سلام دوستای عزیز، امروز در مورد شاخه‌بری درختان هایدن سیتی که خیلی مهم هست برای شما از 0 تا 100 برای شما یاد میتونم که چگونه شما دوستای عزیز شاخه‌بری کنین تا اینکه درختان شما از طریق شاخه‌بری پربار و پرحاصل شود. چگونه شما درختانتان را شاخه‌بری کنین که امسال میوه داشته باشه و چگونه شاخه‌بری کنین که درختانتان برای 3-4 سال آینده هم دارای میوه باشه و پندوکی گل داشته باشه. پس خیلی مهم است شاخه‌بری دوستای عزیز. یک نفر که شاخه‌بری را یاد نداره تقریبا 4 سال درخت شما را از باردهی و تولید گل باز می‌داره، یعنی شما نمیتونید از باغتان حاصل بگیرید. پس دقیق شوین، در رابطه با شاخه‌بری خوب درست آموزش ببینین و بعد شاخه‌بری کنین. در درختی ما قرار داریم دوستای عزیز که این درخت شما ببینین از قسمت پایین از همین صفری گرفته تا قسمت بالا که شما می‌بینین در کل پندوک گل داره. شما ببینید دوستای عزیز این در حال گل کردن است و اینها در حال گل کردن است، اینها در حال گل کردن است. همه اینها ببینید که سر تا پای از درخت پندوک گل داره و این دوستای عزیز در کنار تغذیه و رسیدگی شاخه‌بری منظم کار داره که شما باید دقیق و درست شاخه‌بری کنید. شما ببینید دوستای عزیز چرا ما این شاخه را امیال قطع کردیم، از این ساحه چرا قطع کردیم؟ چون به اساس تجربه‌ای که ما سالهای قبل داشتیم، شما ببینین این شاخه را ما سال قبل قطع کرده بودیم. این شاخه را ما قطع کردیم، این دو تا شاخه دیگر را، یعنی سال قبل که از بهار قطع کرده بودیم، در جریان سال قبل این دو شاخه را زده و این دو شاخه را تازه هم که زده چی حاصلات دیگه داشته؟ در این قسمت سایکو از قسمت پایین تا بالا را همه پندوکای گل تولید کرده. ما به خاطر از اینکه اینا پندوکای گل تولید کنه ایرا از این قسمت قطع کردیم. بعضی دوستا در قسمت شاخه‌بری دوستای عزیز در مخصوصا هایدن سیتی میگه که باید از پایین قطع شود. وقتی تو از پایین قطع بکنی دیگه پندوکی گل را در کجا باید تولید شود؟ پس از اون لحاظ حداقل 25 تا 30 سانتی را باید بمانه تا اینکه سر از شاخه های گل تولید شود و همچنان شاخه های گلی که از سال قبل در این قسمت بوده اینا در اینجا بر شما میوه تولید میکنه و در سال آینده در این قسمت پندوک گل تولید میشه، عینن به شکل ای که حالی مثلا سال قبل قطع شده بود در اینجا پندوک گل تولید شده و شما برای سال آینده در این قسمت پندوک گل دارین و این قسمت هم که پندوک گل هست. پس شما ببینید دوستای عزیز که ما ایرا چه قسم شاخه‌بری میکنیم. ای در این قسمت شاخه‌بری شد. خب ایرا ما دوباره از همین قسمت یک بند پایین‌تر دوباره دوستای عزیز ایرا قطع میکنیم. وقتی که قطع کردیم دوستای عزیز برای سال آینده دوباره شاخه میزنه. از این قسمتی دوباره که شاخه زد یا پندوک گل یا از این قسمتا شاخه میزنه، وقتی که شاخه زد دوباره پندوک گل در اینجا تولید میشه. وقتی تولید شد سال دیگه باز یک طبقه پایینتر قطع میکنین، دوباره پندوک گل تولید میشه باز یک طبقه پایینتر قطع میکنین. ما در شاخه فرعی رو برای شما شاخه‌بریش رو برش نشون میدم که شاخه های فرعی به غیر از تنی مرکزی اینا چگونه شاخه‌بری میشه، که این دو شاخه را دوستای عزیز شما کاملا دیدین که چگونه شاخه‌بری میشه. فرض کن سال آینده این دای قسمت گل تولید میشه، خب یک طبقه بالاتر که این زده شده بود به شکل از این قطع میکنین. هر سال دوستای عزیز این شاخه‌بری رو پایینتر و پایینتر میارین، بالاخره در سال نهایی از به خط میشه، اون موقع از اینجا شاخه های جدیدی دیگر رویده که اونا از این شاخه ها تبدیل میشه، که به هیچ وقت شاخه های درخت های هایدن سیتی کلان نمیشه که به اندازه از این دبل شوه. پس از اون لحاظ یک کلید موفقیت شما ای از دوستای عزیز که به هیچ وقت شاخه های فرعی را به اندازه تن مرکزی نمانین که دبل شوه و بتونم روی رقابت کنم. همه ساله شما قطع کرده میارین پایین، بالاخره از به قطع میکنین تا اینکه موقع شاخه های دیگه میوه ها اینجا رشد میکنه و همون رقم است که درختایی که به فاصله یک متری شانده میشه این درخت ها به هیچ وجه غلو نمیشه، شاخه ها به هم دیگر نمیرسه و به این طریق شما میتونین میوه خیلی زیاد بگیرین. خب این درخت را اگر ما شما کاملا شاخه بری بکنیم دوستای عزیز میبینین که در این قسمت این شاخه را ما قطع میکنیم و ایرم از این قسمت قطع میکنین برای سال آینده اینجا هم بتونه میوه تولید کنه و این شاخه دیگه را که شما میبینین تنه مرکزی در این قسمت هست و اینجا سیم هست، ایرا به این طرف سیم میارین، چون برنامه ما قسمی است که همه درخت ها به اون سمت سیم باشن. خب اینی شاخه دیگه را از این قسمت قطع میکنین که دیگه سال برای ما اینجا پندوک های میوه تولید شوه و این شاخه ای که فعلا در این قسمت قرار داره از این قسمت میتونین قطع بکنین و اینی شاخه دیگه که قرار است با
شاخه مرکزی رقابت کنه، ایره از بیخ قطع میکنین. هر شاخه یک با تنه مرکزی رقابت میکنه، او را از بیخشان قطع میکنین. این شاخه هم از این قسمت. اینی درختی ما و شما کاملا یک درختی شد که پر از میوه میشه، پر از حاصلات میشه. انشاءالله کدام آفت طبیعی سرمایه چیزی اگر مثلا متوجه از این نشوه، این امسال انشاءالله بار میکنه، حاصل میده که شما باز میبینید. خب درختی دیگر اگر ما بیایم شاخه‌بری بکنیم دوستای عزیز، این درختی ما هم عینن به همون سیستم شاخه‌بری میشه دوستای عزیز. یعنی درختی ما هست از این قسمت گل داره و از گل بالاتر ما شاخه ها را قطع میکنیم و شاخه هایی که گل داره، مثلا این شاخه این قسمت گل داره، از این قسمت ما قطع میکنیم که هم این گل هایشان در آینده این گل ها به میوه تولید میشه و این پندوک های خفته ای که اینجا وجود داره در آینده اینها هم به پندوک های میوه تبدیل میشه. دیگه این شاخه هایی که ما شما داریم مثلا این پندوک گل نداره، پندوک گل که نداره، ایره کوتاه‌تر میکنیم تا اینکه به این ساحه پندوک میوه تولید شه، چون ما این رزی در راستر ماندیم به این معنی که اینجا میوه داره، به این قسمت پندوک گل تولید کنه. یک ساحه برای پندوک گل، یک ساحه برای پندوک گل آینده. این ای شاخه ما شما در سال قبل میوه داشته ولی امسال پندوک گل نداره، همین شاخه کاملا پندوک گل نداره. این ما شما چگونه قطع میکنیم؟ این رقم قطع میکنیم که برای سال آینده این پندوک ها به پندوک های گل تبدیل شوه و این به رشد تبدیل شوه و دوباره قطع کنیم یک طبقه پایین تر. اما رقم دوستای عزیز تمامی درختتان را همین رقمی قطع میکنین و بالاخره میشه خلاص. یعنی درخت شما هست که شاخه‌بری شد، درخت 4-5 ساله هست و میاییم به درخت دیگه که ایچی گونه شاخه‌بری میشه. دوستای عزیز شما ایره میبینین که در کل پر از پندوک گل هست تمامی بخشای از این. دوستای عزیز چرا ما در فصل شاخه‌بری را انجام دادیم که در حال گل کردن است؟ شاید بعضی دوستا بگه که شاخه‌بری را که تو انجام میتی در فصل مناسب نیست و ممکن درخت آسیب ببینه. دوستای از لحاظ دیدن آسیب در درخت هیچ مشکلی پیش نمی آید. ما سالها در بخش کار کردیم، هیچ مشکل پیش نمی آید. تنها کلیدی ایه که ما چرا این فصل شاخه‌بری کردیم ای است که تا شما بفهمین بین پندوک گل و پندوک رشد را شما باید بفهمین. مثلا پندوک های گل از پندوک های رشد وقت‌تر رشد میکنه. مثلا شما ببینین اینه ای در این قسمت ها در کل پندوک های رشد هست و این شاخه ها در کل پندوک های رشد هست. این پندوک گل و پندوک رشد. پندوک گل خیلی وقت‌تر نسبت به پندوک های رشد میروید. شما ببینید در کل پندوک های گل هست و پندوک رشد خواب از خفته از خیلی دیر خبر میشه و برگ میکنه. پس شما در این قسمت کسایی که شاخه بوری را به صورت حرفه‌ای یاد نداره یک ذره منتظر بشینه تا اینکه بیتونه درست تشخیص بده که کدام پندوک گل است و کدام پندوک رشد، تا این که درختایشان را از همون سال از بار نندازه. بعضی دوستای ما شما در فصل خزان شاخه‌بری میکنه و بدبختانه یادم نداره و در کل وقتی قطع میکنه شروع میکنه تمام شاخه ها و چوچگک هایی که در میوه تبدیل میشه اونها را قطع میکنه، میزنه از هر کجا، همون سال درختشان از میوه باز میمونه و او شاخک هایی که قرار است 2-3 سال برای شما میوه بده اونا رو قطع میکنه. وقتی قطع کرد تا 3 سال فکس، تا 3 سال درخت شما از حاصل دهی مطلق میمونه، اصلا به صورت مطلق اما تو رشد کرده میره، شما نمیتونید دیگه شاخه بریش رو کنترل کنید. پس دوستای عزیز خیلی متوجه باشین، اگر دوستایی که یاد داره دقیقاً شاخه بری رو میفهمه و میفهمه که پندوک رشد و گل کدام هست، میتونه در جریان فصل خفته که خواب هست درخت شاخه بری کنه. و دوستایی که میخواد شاخه بری یاد بگیره و یاد نداره، اونا در وقتی شاخه بری کنه که یک مقدار رشد میکنه تا اینکه درست بتونه تشخیص بده. ما در همین فصل که این ویدیو رو برای شما تهیه کردیم یه گپ میرسونه که شما را یاد بدیم که چگونه شما باید شاخه بری کنید. دوستای عزیز خب بیایم در این درخت که این را چگونه باید شاخه بری کنیم. اول این شاخه ای هست که اصلا شاخه نابجا هست، بسیار رشد کرده و تنه مرکزی ما در این قسمت قرار داره. این در مثال اول رشد کرده، شما ببینید از اصلی درخت ما شما بالا رفته. پس این نیاز هست که از بیخ باید بزنیم، از بیخ باید قطع کنیم. هر شاخه ای که با تنه مرکزی رقابت میکنه باید از بیخ قطع شود. خب دوستای عزیز ما این را قسمی قطع میکنیم که شما ببینین. من این را دفعه قطع بکنم بعد براتون تشریح میتونم که چگونه چرا این رقم قطع شده. خب
دوستای عزیز، خوبی شاخه قطع شد و ما ای را به این سیستم زبانک رقم قطع کردیم. این قسمت ماندیم. چرا ای را ماندیم؟ خب شاخه بوری باید خوب درست از قسمت پایین پله قیچیش ما قرار بگیره و خوب پاک شود. بعد درختای هایدین سیتی دوستای عزیز، درختای متراکم، این زبانک باید بماند تا اینکه ما ای را فرصت بدیم از اینجا شاخه های دیگر رشد کنند. شاخه های دیگر وقتی از اینجا رشد کرد، اونها به شاخه های میوه تبدیل میشه و در آهسته آهسته شاخه های دیگه که مثلا این شاخه ها کلان میشه، دبل میشه، اونا را هم شما باید قطع کنید. نوبت قطع کردن از این شاخه ها میرسه در صورتی که شما اینجا شاخه های دیگه داشته باشین. پس در قسمت شاخه بوری شما خیلی باید متوجه باشین که اینا را شما باید چگونه شاخه بوری بکنین که بین رشد و بین حاصل دهی یک تعادل ایجاد شود. وقتی که تعادل به هم بخوره، یا بیش از اندازه حاصل میده که سالهای دیگه حاصل نمیده، یا بیش از اندازه رشد میکنه که سالهای متمادی باز حاصل نمیده. شما باید تعادل را توسط شاخه بوری برابر کنید. خب مثلا این درخت ما شما بسیار پندق گل زیاد داره، ما دیگه نیاز نداریم که خیلی بیش از اندازه پندق گل داشته باشه. این پندق گل کاملا قطع میکنیم چون اومده مسیر راه هم گرفته و دیگه نیاز هم نیست که این همه شاخه را ما داشته باشیم در قسمت. و این هم قطع میکنیم چون اگر قرار باشه میوه بتم به زمین میرسه، این ما از این قسمت قطع میکنیم. خب دیگه میمونه درخت ما و شما که کدام شاخه را با تنه مرکزی قرار بدیم. قسمی که ما میبینیم باید تنه مرکزی اینی باشه و این ما قطع کردیم. خب دوستای عزیز، ما در کل از اینجا فقط دو شاخه که پندوکی گل داشت ما قطع کردیم، این دو شاخه را، و دیگه در کل پندوکی گل ما را قطع نکردیم. در تمام پندوک های گل که هست در شاخ از این درخت ها باقی مانده و اینها برای سال پیش روی پر از میوه میشن. خب دوستای عزیز، امیدواریم که ما درخت ها را شاخه بوری کردم یاد گرفته باشین، و باز هم اگر سوال داشته باشین کامنت بدین و کانال بابان آزاد را از یاد تا نره و سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله را بزنین تا اینکه تمام ویدیوهای مدرن و باغداری که ما میسازیم همش به نفع شما هست اولین بار در اختیار شما عزیزان قرار بگیره، که هر ویدیو در مفصلش در اختیار شما قرار بگیره تا شما بتونین نظر در فصل باغداریتان را پیش ببرین. الله یار و نگهدارتان.